مهاجرانی تاجیکی در کارهای بازسازی در ماریوپول از جانب روسیه اشغال شده کار میکردند گفتند که کارفرمایانشان معاش سازی شده را نمیدهند. اکثری مهاجران از ماه اکتبر نویبر سال گذشته در شهر خراب شده کار میکنند. در این باره آزادی خبر میدهد. اینا مردم در شهر ماریوپول اوکراینا اومگین پول ندادیسیان. با گفته یکی از مهاجرانی تاجیک سفرعلی حدود 300 نفر معاش سازی شده را نگرفتند. کارفرمایان وعده دادند که ماهی تا 120 هزار روبل پرداخت میکنند. ماهای اول به ما از نصفی مبلغی سازش شده کمتر مزد دادند. گفت او. این یگانه حالت نیست که شرکت های ساختمانی روسیه مهاجران آسیای مرکزی را به کارهای مختلف در قلمرو اشغال شده اوکراین در زمان جنگی جلب میکنند. نشریه قرغیزی کلوب تحقیقات خود را نشر کرد که در آن درباره مهاجران قرغیزستانی که آنها نیز پولی وعده شده را نگرفتند گزارش میدهد. نشریه ویدیویی را در سامانه نشر کرده ادعا دارد که این نوار در قلمرو اشغال شده اوکراین نواربرداری شده است. در نوار دیده می شود که چگونه در صحرایی که صدای شمال شنیده می شود مردانی با لباسی کبودی کاری در بالای تخت چوب ها نشستند. در گرد و اطراف توده های زمینی نو کنده شده می باشد. شخصی که نواربرداری می کند با زبان قرغیزی دیگران را با خوشحالی به گزارش دادن دعوت می کند. همین طریق روسیه مهاجران مهنتی را در خط جبهه نه تنها در عملیات جنگی اجباری استفاده میبرد بلکه آنها را به کار برای برقرار کردن شهرهای خراب شده اوکراین که زیر نظارت آنها قرار دارد جلب کرده استوده است. Откуда? Узбекистан. Узбекистан.